آخرین آمار کرونا در ایران، مبتلایان بیش از 970 نفر، قربانیان 54 نفر. کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، آخرین آمار دولتی مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران را اعلام کرد که بر اساس آن تعداد مبتلایان در ایران به بیش از 970 نفر رسیده و 54 نفر نیز تاکنون بر اثر ابتلا به این ویروس جان باختند. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا آمار مبتلایان را 978 نفر اعلام کرده است. روز گذشته آمار دولتی مبتلایان از سوی وزارت بهداشت ایران 593 نفر اعلام شد که با توجه به آمار امروز بیش از 370 نفر بیشتر از روز قبل شده است. آمار قربانیان در روز گذشته 43 نفر بود که امروز با افزایش 11 نفری همراه بوده است. پیشتر قاسم جانبابایی معاون درمانی وزارت بهداشت ایران به تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام کرد از پذیرش و بستری بیماران غیر اورژانسی تا اطلاع ثانوی خودداری کرده و آماده پذیرش بیماران مبتلا به ویروس کرونا باشند. آقای جانبابایی ضرورت اجرای این دستور را با توجه به ضرورت کنترل و مراقبت بیماران مبتلا عنوان کرده و کلیه بیمارستان‌های عمومی تحت پوشش، اعم از دولتی، عمومی، غیر دولتی، خیریه و خصوصی به جز تخصصی غیر مرتبط با درمان کرونا را موظف به آمادگی برای پذیرش بیماران مبتلا به ویروس کرونا کرد. علاوه بر بیمارستان‌ها، تمامی درمانگاه‌ها و کلینیک‌های تخصصی، اعم از دانشگاهی و وابسته به ارگان‌ها، یعنی نیروهای مسلح و سپاه، شهرداری، تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش و خصوصی نیز بایستی پذیرش بیماران مبتلا به ویروس کرونا فعال شوند و مکلفند به صورت تمام وقت و در صورت نیاز به صورت شبانه روزی ارائه خدمت کنند. همچنین امروز حسن نمکی وزیر بهداشت ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور نسبت به عدم وجود اقلام پیشگیرانه مانند ماسک برای پرسنل این وزارتخانه انتقاد و گفته است تا کنون وزارت بهداشت تنها موفق شده 1,000,000 ماسک تهیه کند. آقای نمکی در این نامه که خبرگزاری فارس منتشر کرده از حسن روحانی خواسته تا دستور دهد همه دستگاه‌های دولتی با وزارت بهداشت در تهیه اقلام مورد نیاز همکاری کنند. به نوشته آقای نمکی، وی پیش از شیوع کرونا در ایران و با پیشبینی از احتمال ورود ویروس کرونا جدید به کشور، طی نامه‌ای به گمرکات کشور اعلام نموده که صادرات و خروج ماست تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شود و همکارانش را مأمور کرده تا با قیمت مناسب تولیدات داخل را خریداری و جهت روز مبادا ذخیره کنند. وی در ادامه می نویسد، متاسفانه علارغم پیگیری فراوان مقدار اندکی خریداری و بقیه تولیدات کشور وارد بازار سیاه شد. وزیر بهداشت ایران می گوید، متاسفانه پس از حدود 10 روز فقط 1,000,000 عدد ماسک تحویل و بقیه نمی دانم در کجا انباشته شده. همکاران این جانب به دلیل اجبار شبانه روز در بازارهای مختلف و در نقشت واسطه و دلال از قاچاقچیان با قیمت گزاف می خرند. و اما آخرین خبرهای دیگر شیوع کرونا تا این لحظه در ایران. روزنامه جمهوری اسلامی در شماره امروز خود نوشت که از مشهد خبر می رسد علی‌رغم اطلاع رسانی های مکرر حرم رضوی مملو و زائر است. این روزنامه در ادامه خواستار آن شده که برای جلوگیری از شیوع کرونا در این زمینه هم تدابیری اندیشیده شود. رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران گفته است که این نهاد به شدت با کمبود ماسک و دستکش برای پرسنل زحمتکش اتوبوسرانی و تاکسیرانی روبروست و بر اساس اعلام اتوبوسرانی و مترو ذخیره مواد ضد عفونی کننده تمام شده و از موادی استفاده می شود که استاندارد نیست. رئیس مرکز ارتباطات شهر تهران گفته که صبح امروز با مشاهده مسافری با علائم کرونا در ایستگاه مترو حبیب الله، این ایستگاه به منظور انتقال فرد مشکوک به کرونا به مرکز درمانی تخلیه شد. امیر علیرضا شیخ، معاون تربیت و آموزش ارتش ایران گفت که همه ورودی ها و خروجی های پادگان ها کنترل می شود و افراد غربالگری پزشکی می شوند. گسترش ویروس کرونا در سطح کشور به طور قطع به عنوان یک تهدید برای کشور محسوب می شود، اما سلامت نیروی انسانی خود را در پادگان ها در بهترین شرایط بهداشتی محیطی لحظه به لحظه رصد کرده ایم.
یک مقام مسئول در وزارت بهداشت کویت اعلام کرد که اتباع این کشور که در ایران هستند با 5 پرواز از ایران به کشور خود بازگشتند. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که فرایند سوختگیری و پرداخت هزینه سوخت در تمامی جایگاه‌های عرضه سوخت توسط کارکنان جایگاه انجام و دستکش یک بار مصرف برای استفاده عموم در دسترس قرار گرفته است. معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ایران نیز از حسن روحانی خواست تا به دو پرستار جوانی که در راه کمک به بیماران کرونایی ایثار کرده و جان خود را از دست دادن مدال شجاعت اهدا کنند. و اما آخرین آمار مربوط به کرونا در جهان، بر اساس آمارها تا کنون 86,999 نفر در کل جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند که 2,979 نفر قربانی داشته و 42,344 نفر نیز پس از ابتلا بهبود یافتند. چین با 79,826 نفر بیشترین آمار مبتلایان را داشته و پس از این کشور کره جنوبی با 3,526 و ایتالیا با 1,128 نفر و ایران با 503 نفر و ژاپن با 241 نفر قرار دارند. آمار جان باختگان در اثر ابتلا به ویروس نیز تا این لحظه در چین 2,870 نفر، ایران 43 نفر، ایتالیا 29 نفر، کره جنوبی 17 نفر و ژاپن 6 نفر است.